بینندگان عزیز، اجازه بدیم بریم به سراغ پدر تفسیر، بریم به سراغ آقای مناشه امیر، کسی که گفتم سه نسل با تفسیرها و تحلیلهای سیاسی ایشون آشنا هستند. و من یادمه این رادیو همیشه بغل گوش همه ماها بوده و صدای آقای مناشه امیر رو شنیدیم که تفسیر کردن راجع به مسائل سیاسی ایران و خیلی هم پرکار. آقای مناشه امیر، درود بر شما. درود بر شما و درود بر بینندگان و ملت خوب ایران. آقای مناشه امیر عزیز، آقای نتانیاهو چندی پیش اعلام کردند که در دورغوزآباد در ایران فعالیت‌های اتمی مخفیانه داره صورت میگیره، و وقتی ایشون این مطلب رو اعلام کردن، آقای ظریف و آقای عراقچی، یه فیلمی هم داریم ازشون الان پخش میکنیم، خندیدن و با تمسخر با این موضوع برخورد کردن. اما هفته گذشته آژانس بین‌المللی اتمی اعلام کرد که بله، مثل اینکه ظاهرا این مطلب درست بوده. اجازه بدید به خنده این دو نفر نگاه بکنیم، آقای عراقچی و آقای ظریف. پخش کنید لطفا. جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دیگه ارجاع شدن به دولغزاباد، یعنی نمیدونم، حس میذارم یه عده سر کارش گذاشتن. بله، این خنده های جالب آقای ظریف. اما معلوم شد که کسی که سر کار بوده ظاهرا ملت ایرانه، و آژانس بین‌المللی اتمی تایید کرد این مسئله رو. اما مثل دیروز یا پریروز یک بار دیگه آقای نتانیاهو مطلب جدیدی رو منتشر کرد و گفت که در بیابان‌های منطقه آباده در استان فارس هم رژیم ایران فعالیت‌های تازه‌ای داره انجام میده. خب، و این یه مطلب. مطلب بعد این که ایران اعلام کرده مرحله سوم عقب نشینی از تعهداتش رو داره انجام میده و اروپایی ها به همین دلیل ریختن به هم. و مطلب سوم، امروز اخراج آقای مشاور امنیت ملی با آقای بولتون، آقای مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بوده. خواهش کنم نظرتون راجع به مجموعه این رویدادها بفهمید که ما بعد انتظار چه سورپرایز هایی رو داشته باشیم. بله، بیایید که با آقای جان بولتون شروع کنیم. یک دو تا خبر دیگه هم هست که من در ادامه اگر پرسش بفرمایید خدمتون عرض خواهم کرد، که اونم تحولات مهمی است که باید از اونها آگاه بود. در مورد آقای بولتون، واقعا این یک ضایعه است، یک فاجعه است، یک کار بسیار اشتباه آقای ترامپ هست. ستون فقرات مبارزه آقای ترامپ با حکومت اسلامی ایران بر دو پایه استوار بود، یکی مایک پومپئو و دیگری جان بولتون. جان بولتون در واقع میتونم بگم ستون اصلی بود، به خاطر اینکه بولتون از دورانی که سفیر ایالات متحده در سازمان ملل بود همیشه سیاست‌های بسیار سختگیرانه‌ای رو علیه حکومت ایران تجویز میکرد، و ما دیدیم که بولتون درست گفته بود و تمام نرمش ها و نرمخویی هایی که آقای اوباما نشون داد نه فقط سودی نداشت و نه فقط موجب این نشد که حکومت ایران سر به راه بشه، بلکه به عکس اونها رو گستاخ‌تر و فتنه‌گرتر و تعرض‌آمیزتر کرد. البته یک دو تا از کارهای آقای بولتون رو من دوست ندارم، ولی وارد اون مطلب نمیشم. ایشون در دورانی که هیچ وظیفه رسمی به عهده نداشته، در سخنرانی های در همایش های مطالبی گفته که زیاد مورد علاقه و پشتیبانی من نیستش. ولی آقای بولتون در دولت پرزیدنت ترامپ نقش بسیار اساسی رو ایفا می کرد در هدایت کردن دولت واشنگتن به سوی رویارویی قاطعانه و ایستادگی دلاورانه در برابر خودخواهی ها، زیاده خواهی ها و رفتارهای
حکومت ایران و ما امروز ایشون رو از دست میدیم. آقای نوشمیر بفرد. همینجا قبل از که به مسائل دیگه بپردازید، خیلی خوب شما دو بود رو مطرح کردید. فکر میکنید کدوم یکی از این ابعاد موجب برکناری آقای بولتون شده باشه؟ این حضورش در اون کنفرانس ها و اظهار نظرهای عجیب و غریبش و حمایتاش از سازمان مجاهدین، یا درگیری ها و مخالفت و چیزی که با جمهوری اسلامی داشت، کدوم یکی از این دوتا فکر میکنید وزنش سنگین تر بوده برای این به نظر من هیچ کدام. هیچ کدام. اولا آقای بولتون اگر جای سخنرانی کرده و حرفی زده و عقیده رو ابراز کرده، در دورانی بوده که هیچ مقام رسمی نداشته و حق داره آنچه را که دلش میخواد بگه، ولی وقتی که وارد دولت واشنگتن میشه و وظایف ملی و پرمسئولیت رو به عهده میگیره، اون موقع باید مسئولانه تر سخن بگه. بنابراین هیچ اعتراضی نسبت به اظهارات آقای بولتون مطرح نیست در اینجا. دوم مسئله سیاست های ایشون هست در دورانی که صاحب وظیفه بوده، اون هم به نظر من نقش کمتری داره. اون چی که هست و باعث نگرانی هست این تغییر مزاج آقای ترامپ هست که بسیاری از دستیاران خودش رو برکنار کرده، خیلی هاشون رو برکنار کرده، یعنی با هر کس که کوچکترین دلخوری، دلگیری، اختلاف عقیده، اختلاف سلیقه پیدا میکنه فوراً اونها رو برکنار میکنه و اب نداره. یک رئیس جمهور حق داره کسی رو که مورد علاقش نیست برکنار بکنه، ولی تحقیر کردن و به این شیوه واکنش نشان دادن در شأن رئیس جمهوری آمریکا نیست. آقای ترامپ بد کاری کرده و حیثیت و شخصیت بولتون رو مورد توهین و آسیب قرار داده و این یکی از ویژگی های اخلاق آقای ترامپ هستش که آتشی عمل میکنه، یه لحظه تصمیم میگیره و فوراً اجرا میکنه و این شیوه مملکتداری نیستش. من تصور میکنم، تهران نیستم، من الان از اورشلیم با شما صحبت میکنم، تهران نیستم، ولی تردیدی ندارم که حکومت اسلامی ایران بسیار خوشحال بشکن میزنن که بله یکی از دشمنان اصلی ما در کاخ سفید برکنار شد. آقای مایک پومپئو ایشون هم پیشگام و پیشرو دفاع از حقوق ملت ایرانه و بسیار سیاست‌های خوبی داشته، ولی در مقایسه با بولتون ایشون آرام‌تره و میتونست بولتون در واقع یک کمک بسیار تقویتی برای مایک پومپئو در اجرای سیاست‌های آمریکا در قبال حکومت ایران باشه. فراموش نکنیم که پومپئو بارها و بارها همین دیروز حمایت کامل خودش را از ملت ایران، از خواسته هاشون و از حقوقشون بیان کرد و این یک دلگرمی بزرگ میتونه باشه برای ملت ایران. آقای منوشن، البته شما معتقدید که جنگی اتفاق نمیفته و من نظر مخالف شما رو دارم. من همیشه گفتم جنگ نخواهد شد مگر، یعنی یک راهی رو برای جنگ باقی گذاشتم، چون هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی بکنه. ممکنه یک وقایعی رخ بده که در حال حاضر قابل پیش بینی نیست و شعله های جنگ زبانه بگیره، ولی بله هنوز هم میگم که در شرایط کنونی جنگ نخواهد شد، ولی بر این عقیدم که حکومت ایران به راه جنگ پیش میره و جنگ ممکنه در یک مرحله غیر قابل اجتناب باشه که اگر وقت بود خدمتتون دلایل خودم رو عرض کنم. ولی آقای منوشن، من فکر میکنم که آقای ترامپ و آقای پومپئو اینها در حقیقت به رسم، به مثال قدیم ایرانی ها، با پنبه میخوان سر ببرن، یعنی
آرام آرام با صبوری با تحمل کاری کردن که جمهوری اسلامی هی مرتب اشتباه بکنه و هی اشتباه بکنه و هی در انزوای بیشتری قرار بگیره و هی هم پیمانانش رو از دست بده و دارن به جایی میرسونن کارو که هر اتفاقی اگر افتاد دنیا به آقای ترامپ حق بده. به نظرم میرسه که آقای بولتون با اون تند مزاجیش مانع این با پنبه سر بریدن بوده. یعنی شما نگاه بکنید از اون انفجار کشتی ها بگیرید تا این غنی‌سازی هایی که مرحله به مرحله دولت ایران داره عمل میکنه، تمام همپیمانان اروپایی خودش رو از دست داده. کسایی که روز اول سفت و سخت کنارش وایساده بودن الان ابراز نگرانی میکنن، الان اخطار میدن به جمهوری اسلامی. و از اون طرف مرتبا آقای ترامپ میگه ما میخوایم مذاکره بکنیم، امیدواریم مذاکره بکنیم و چهره یک گودگای رو داره از خودش نشون میده و در مقابل ایرانی ها خط نشون میکشن نه ما مذاکره نمی کنیم، ما حرف نمی زنیم، مرغ یک پا داره. من به نظرم میرسه که آقای ترامپ داره شرایط رو میبره به طرفی که اگر هر کاری کرد افکار عمومی بهش حق بده. شما اینجوری فکر نمی کنین؟ ببینید از نظر من تاکتیکی که آقای ترامپ در پیش گرفته بسیار روشن و مشخصه و از نظر من بسیار بسیار درسته، ولی مشکلاتی در راه هست که بعداً بهشون اشاره خواهم کرد. ببینید فرض و گمان آقای ترامپ و مشاورینش مثل بولتون، مایک پومپئو و دیگرانی که اسمشون رو نمیشه آورد، فرضشون این است که باید منابع مالی حکومت ایران رو خشکان. وقتی که حکومت ایران پول نداشته باشه که برای مردم خودش آذوقه تهیه بکنه، اون موقع از پول نخواهد داشت که در بعضی از فتنه‌گری ها رو هم در منطقه انجام بده، یعنی نه حمایت از تروریسم و نه فرستادن 70-80 هزار نفر مزدور شیعه افغانی، عراقی، پاکستانی و غیره به سوریه، یمن و جاهای دیگه و کارهای دیگر مثل برنامه اتمی و برنامه موشکی. این فرض درست است. وقتی که شما پول ندارین باید از این کارها دست بردارین، و وقتی که پول نداشتین و دیدین که حکومت ایران در خطر سقوط قرار داره، اون موقع قطعا به آمریکا میگید که خیلی خوب، ما حاضریم نرمش قهرمانانه شماره دو رو انجام بدیم و به طرف شما بیایم. این تاکتیک آقای ترامپ هست. منتها در راه ما با مشکلاتی روبرو شدیم. میبینیم که کشورهای اروپایی و بیشتر منظورم فرانسه و آلمان هست، اینها نمیخواهند که این حکومت سقوط بکنه، نمیخواهند که رژیم کنونی ایران عوض بشه. معلق زدن، به عبری میگن آسوش مینیوت بویر، معلق زدن که به یه ترتیبی حکومت ایران رو سرپا نگه دارن. اسمش هم گذاشتن سازوکار اینستکس. این از یک طرف. از طرف دیگه چین و روسیه، حکومت ایران گاو پرواریست که دائما میتونن بدوشنش. این دو ستون هستن که حکومت ایران رو نگه میدارن. اگر این گونه نبود، اون موقع ما، من تردیدی ندارم که سیاست دولت ایالات متحده نتیجه بخش میشد و حکومت ایران بیپول میشد و برمیگشت سر میز مذاکره، و این هنوز اتفاق نیفتاده. چرا این گمان و این فرض درسته؟ یادآوری میکنم که دورانی بود که علی خامنه‌ای رئیس جمهوری حکومت ایران بود و در ضمن امام جمعه تهران بود، امام جمعه دائم و ناموقت، و در یکی از خطبه هاش گفت که وظیفه اصلی یک حکومت اسلامی نگاه داشت اسلام و تقویت اسلام است. خامنه‌ای رو صدا کرد و درست مثل یک معلم خطاب به شاگردش او رو توبیخ کرد، گفت اشتباه میکنی، هدف اول حکومت اسلامی باید حفظ موجودیت حکومت اسلامی باشه،
حتی اگر ناچار بشن که برخی از قوانین و احکام پنجگانه ای رو که اساس دین مبین اسلام رو به وجود میاره اونها رو زیر پا بذارن، حج نرن، روزه نگیرن، زکات ندن، نماز نخونن، اگر لازم باشه اینها رو هم باید باطل کرد ولی از موجودیت حکومت اسلامی دفاع کرد. من تصور میکنم که خامنه ای این حرف خامنه ای رو فراموش نکرده، کاملا در نظر داره. هدف امروز با نگاه داشتن حکومت اسلامی و جلوگیری از سقوطشه. بنابراین اگر حکومت در یک خطر واقعی قرار بگیره، فرض این است که آقای خامنه ای فرمان نرمش قهرمانه شماره 2 رو صادر خواهد کرد و این فرض و تصور و اساس سیاست پرزیدنت ترامپ است در قبال ایران. یعنی شما هنوز معتقدید که آقای خامنه‌ای بالاخره یک جا مجبور میشه تن به این نرمش قهرمانانه بده؟ ببینید یه پرسش رو من پاسخش رو نمیدانم و خیلی تلاش کردم که به دست بیارم و اون این است که ذخیره مالی حکومت ایران الان چقدره؟ 1 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار؟ اینو من نمیدونم و فکر میکنم که این یکی از محرمانه ترین اسرار حکومت است که در لحظه ای که این پول به یک سطح بسیار خطرناکی برسه و حکومت ورشکست باشه. ببینید الان بنزین رو هم دارن دوباره کوپونی میکنن، خجالت بکشن، شرم بکنن، 40 سال از حکومتشون گذشته، کشوری که روی دریای نفت خوابیده، بعد بیان بنزین رو کوپونی بکنن. چرا باید بنزین رو کوپونی بکنن؟ برای اینکه بلد نیستن به حد کافی بنزین رو تسویه بکنن و باید از خارج بیارن و پول ندارن، بنابراین ناچارن که این کار رو بکنن. وقتی که موجودیت حکومت ایران به خطر بیفته، وقتی که مردم بریزن تو خیابانها بگوین آقایون ما نان میخواهیم، آب میخواهیم، کار میخواهیم و حکومت احساس بکنه که داره میفته، اون موقع خواهد رفت و دور میز مذاکره با آقای ترامپ خواهد نشست. در این فرصت من میخواهم به ملت خوب ایران یادآوری بکنم که هیچ وقت از حرفای ترامپ که میگوید من دلم میخواد و حاضرم که با آقای روحانی دیدار بکنم دلخور و نگران نباشن. این پایه سیاست ترامپ هست. از روز اولی که برجام رو باطل کردن، به تحریم ها بازگشتن، آقای ترامپ گفت من هدفم اینه که وضعی به وجود بیارم که حکومت ایران رو ناچار بکنم که برگردم پشت میز مذاکرات. اون موقع ما یه چیز 12 اصلی داریم که جلوشو میذاریم، میگیم اینها رو باید بپذیرید. این بوده سیاستش. آقای مناشمی شما فکر مون چقدر آقای ترامپ رو اون 12 مورد واقعا وایسه؟ چون 12 مورد اگر جمهوری اسلامی بحث روابط با آمریکا، بحث لغو برنامه های اتمی یه بحثه، بحث اون 12 مورد یه بحث دیگه است. اگر جمهوری اسلامی اون 12 مورد رو قبول بکنه، دیگه در حقیقت جمهوری اسلامی نیست، یک حکومت دیگری است. چقدر فکر میکنید آقای ترامپ رو هر اون 12 مورد همش بیسته؟ ببینید مسلماً نخواهد ایستاد. وقتی که شما میخواین تو دوا نرخ تعیین بکنید، بالاترین نرخ رو قرار میدید، بعد هی پایین میاید، طرف مقابل بالا میره و در یه جایی به هم میرسید و شما کاملا حق دارید. وقتی که شما میگویید که اگر حکومت ایران از برنامه های اتمیش دست برداره، اگه برنامه های موشکیش رو متوقف بکنه، اگر در یمن دخالت نکنه، اگر نیروهای خودش رو از سوریه بیرون بیاره، اگر از حزب الله لبنان حمایت نکنه، اگر از کشتار به دخالت های نظامیش در عراق و هشت و شبی و اینها عقب نشینی بکنه، اون دیگه حکومت اسلامی ایران نیست، یه چیز دیگه است. کاملا درسته. و اینجا الان یک جدل و مباحثه و معامله جریان داره که هنوز در مراحل بسیار ابتدایی خودش هست که طرفین باید بشینن با هم چونه بزنن، ببینن که زور کی بیشتر میرسه و آمریکا نشان داده که واقعا زور داره، انقدر زور داره که اروپا رو
به زانو در آورده، به دنبال خودش کشیده و حتی چین و روسیه رو هم به زانو در آورده و به دنبال خودش کشیده و حتی یک دولت سرکشی رو مثل رجب طیب اردوغان. زورش رو داره، ولی این روندی است که ما الان در مراحل بسیار بسیار ابتدایش قرار داریم و معلوم نیست که چه مدتی طول بکشه. فرض در این است، یعنی امید حکومت ایران در این است که حدود یک سال و نیم دیگه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده است و ترامپ شکست بخوره. وقتی که ترامپ شکست بخوره و دموکرات ها بیان، تمام قواعد بازی برهم میخوره و اون موقع حکومت ایران میتونه نفس راحتی بکشه. این در حال حاضر تاکتیک حکومت اسلامی ایران هست و بسیار دشواره که ما ببینیم که در آینده چه خواهد شد. حکومت چقدر ذخیره مالی داره، چقدر نفت میتونه بفروشه، اگر بفروشه پولش رو چطوری میتونه به دست بیاره. صحبت از این بود که از اروپایی‌ها اعتبار مالی بگیرن، 15 میلیارد دلار برای 4 ماه. اگر این پول رو اروپا میتونست در اختیار حکومت ایران قرار بده، مسلماً کمک بسیار بزرگی به ادامه این حکومت و جلوگیری از فرو افتادنش بود. بنابراین این یک مبارزه است که در مراحل اولیه قرار داره و باید ببینیم که چطور. جناب امیر، جمهوری اسلامی، من با شما موافقم که میفرمایید که میخواد وقت بگذرونه تا برسه به مرحله انتخابات ریاست جمهوری و امید بسته که یه دموکرات به کاخ سفید بره و این بازی به هم بخوره. این کاملا فرمایشتون درسته. اما در مورد سیاست آمریکا، آمریکا میگه من میخوام اینقدر به ایران سخت بگیرم که ایران نتونه کمک بکنه به تروریست های مثل حزب الله و مثل خرجایی که تو یمن میکنه و اینها. و بعد هم میگه من هدفم تغییر رژیم نیست، من هدفم تغییر رفتار رژیمه. اما ما اینجا با یه تفاوتی برخورد میکنیم. شما یادتون باشه عراق هم حدود 11 سال یا بیشتر مورد تحریم بود، اما میتونست نفتش رو در مقابل دارو و غذا مبادله بکنه. اگر سیاست آمریکا واقعا این بود که جمهوری اسلامی نتونه به تروریست ها کمک بکنه و اگر سیاست آمریکا فقط محدود به این بود که دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر بده، میتونست معافیت هایی در این تحریم ها به وجود بیاره، از جمله نفت در برابر غذا یا نفت در برابر دارو. اما این کارو نکرده و اجازه هم نمیده. با این 15 میلیارد هم میدونید آقای برانهوک هفته گذشته شدیداً برخورد کرد و گفت ما هیچ گونه معافیت قائل نمیشیم. یعنی در حقیقت آقای ترامپ اثر رو بر همدستان تروریست جمهوری اسلامی تنگ نکرده، عرصه رو داره بر مردم ایران تنگ میکنه، با این که دولت ایران، حکومت ایران نتونه غذا و دارو تامین بکنه تا جایی که ملت ایران در مقابل حکومت بیستن و حکومت رو تغییر بدن. من برداشتم اینجوریه، ولی فرمان شما رو میشنویم. بله، من عقیدم کاملا متفاوت، یعنی در برابر شما قرار داره و اون این است که ایالات متحده هرگز واردات دارو و مواد غذایی به ایران رو ممنوع نکرده. مسئله دارو رو درست میفهمید، اما در مورد غذا همچین معافیتی وجود نداره، به خاطر اینکه انتقال پولش اصلا امکان پذیر نیست. دقیقا میرسیم به این مشکل. ایالات متحده میگوید که ما خرید دارو و مواد غذایی رو برای ایران ممنون نکردیم، برن هر چی که میخوان بخرن. بعد اروپایی در پاسخ میگن که آقایون اگر حکومت ایران سفارش بده پولش رو چطور بپردازه؟ شما سویفت رو بستین به روی ایران، بنابراین ایران نمیتونه پولش رو بپردازه و وقتی که نمیتونه پول بده اون موقع نمیتونه خرید بکنه. البته
پیشنهاد شما بسیار خوبه که نفت بدن و در برابرش دارو و مواد غذایی بگیرن. این یک پیشنهاد انسان دوستانه است که میتونه مورد امریکا مخالفت کرده. آقای مناشه امیر، امریکا مخالفت میکنه، امریکا اجازه نمیده که جمهوری اسلامی نفت بده غذا بگیره. یعنی یه مرحله قبلشه، میگه به هیچ شکلی شما نمیتونی نفت ایران رو بخری، چه پول بهش بدی چه بهش کردیت بدی. اگر شنیده باشید آقای روحانی هفته پیش آمد گفتش که آقا نفت ما رو نسیه بخرید، یعنی پولش الان بهمون ندین، ولی دولت امریکا قبول نکرد. بله بله، یه راه دیگه اینه که حکومت ایران ادعا میکنه که سال 34 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داره. خب از اون پول، از اون طریق اون صادرات و نه نفت بیاین و چیز کنن. ببینید در مورد اینکه دولت پرزیدنت ترامپ از برانداختن حکومت ایران صحبت نمیکنه، چند بار ما به این موضوع اشاره کردیم و دوباره یادآوری بکنم که طبق قوانین ایالات متحده تلاش براندازی یک حکومت بیگانه ممنوعه. به همین علت هم آقای ترامپ این حرف رو نمیزنه و نمیتونه بزنه. ولی معلوم نیست که نیتش این نباشه. ممکنه نتیجه این باشه. یعنی ببینید وقتی که تحریم ها تشدید بشه و کفگیر حکومت به ته دیگ بخوره، یکی از این دو راه در برابرش هست، یا اعلام ورشکستگی بکنه و فرو بپاشه و یا بگوید که ببخشید من غلط کردم، سیاست هام رو کاملا تغییر میدم و در اون موقع حکومت ایران دیگه اون حکومتی که امروز هست نخواهد بود. یکی از این دوتا ممکنه اتفاق بیفته، ولی از نظر قوانین ایالات متحده حکومت نمیتونن اعلام براندازی بکنن. یه نکته دیگر رو هم شما باید در نظر بگیرید از نظر تاکتیکی، و اون این است که اگر آقای ترامپ بگوید که ما میخوایم شما رو براندازیم، احتمال این که مذاکره انجام بشه و ایران به دور میز گفتگو بازگرده به صفر میرسه. و خامنه ای گفته مگه ما خولیم بیایم با حکومتی به گفتگو بنشینیم که میگوید که ما اتم نداشته باشیم، مشک نداشته باشیم، اینو نداشته باشیم، اون کارو نکنیم، ما مگه دیوانه ایم؟ ما نخواهیم رفت. مسلماً اگر ترامپ میگفتش که ما هدفمون براندازی هست، اون موقع حتی حسن روحانی هم حاضر نمیشد با ایما و اشاره بگوید که باشه بیاین با آمریکا گفتگو بکنیم. این تاکتیک آمریکاست. بله. خب جناب مناشه امیر، بریم به سوریه. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی آرام آرام بخش عظیمی از پایگاه خودش رو در سوریه از دست داده و نقشش آرام آرام داره خیلی کمرنگ میشه به دلیل حملاتی که اسرائیل کرد به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه. آیا این طوره یا من اشتباه میگم؟ ببینید من هیچ وقت دوست ندارم که حکومت کنونی ایران رو با دوران جنگ جهانی دوم و حکومت هیتلر در آلمان مقایسه بکنم، ولی نکته ای رو در مورد آلمان نازی بگویم که ظاهراً میتونه شگفت انگیز باشه. این است که آلمان در آستانه شکست قرار داشت. برای هیتلر مسلم بود که بالاخره شکست خواهد خورد، بنابراین بسیار طبیعی بود که اون مقدار جنگ افزاری که براش باقی مونده رو در میدان جنگ به کار بیاندازه که جلوی سقوط خودش رو بگیره یا سقوط خودش رو به تأخیر بیاندازه. هیتلر این کار رو نکرد، بلکه تمام امکاناتش رو مصروف این کرد که هرچه زودتر یهودی ها رو بکشه و اونها رو نابود بکنه. یعنی یک اوبسشن، یک نوع تصوری که گذشت ناپذیره درش به وجود آمده که من حتما باید به این هدفم برسم، نابودی ملت یهود. و همین رو من در مورد حکومت اسلامی ایران میبینم، نابودی کشور اسرائیل از نظر حکومت کنونی ایران هدفی است که
انقدر براشون مهمه که همه چیز دیگر رو در سایه قرار میده. بنابراین میبینید که با وجود کمپولی، با وجود مشکلات اقتصادی، اینها فعالیت های نظامی، تسلیحاتی، تروریستی خودشون رو در همه زمینه ها در ابعاد گسترده هنوز ادامه میدن. پول ندارن برای ملت ایران غذا بخرن، بعد آقای صالح العروری میآید تهران و چند تا چمدون پر از دلار آمریکایی بهش میدن، میگن ببر برای حماس. بعد اسماعیل هنیه میآید و نامه سپاس مینویسه برای خامنه ای و مینویسد که ما چاکر شما هستیم و ما همیشه در کنار شما خواهیم ایستاد. البته این یک خبر دیگری رو که امروز به وقوع پیوسته به دنبال میاره، ولی اون رو میذاریم برای بعد. این مطلبی بود که خواستم به آگاهی شما برسونم. و بعد به همون نسبت ما میبینیم که حسن نصرالله میآید و در سخنرانی عاشورای خودش میگوید که علی خامنه ای و میگوید امام علی خامنه ای پیشدار و پیشگام خیمگاه مقاومت شهادت و اسلامی. یعنی میآیند و پول میدن به این افراد و این افراد رو به دنبال خودشون میکشن. وقتی این پول نباشه، من فکر میکنم که هم حماس و هم دیگر سازمان های ترور از حکومت ایران دور خواهند شد. الان که شما که در اورشلیم هستید، آیا این حماس همون حماس یک سال پیشه؟ آیا این حزب الله همون حزب الله یک سال پیشه با ابعاد فعالیتشون؟ اینها آیا همون در همون شرایط قرار دارن یا به نقطه پایینتری سقوط کردن؟ نه، کاملا برعکس، به نقطه بسیار بالاتری رسیدن و خطر محسوستری شدن. برمیگردم به پرسش پیشین شما که آیا دامنه فعالیت حکومت ایران در منطقه کاهش یافته؟ نه، نه فقط کاهش نیافته، بلکه شدت بیشتری پیدا کرده. خیلی فهرستوار واسهتون بگم. هشتل شبی در عراق میگوید که بله، ما میخواییم نیروی هوایی درست بکنیم. اسرائیل پایگاهی رو در دیر الزور در فاصله بین سوریه و عراق بمباران میکنه که حکومت ایران در حال ساختش بود و میتونه هزاران سرباز رو در خودش جای بده. ما حملات و انفجارهایی بوده، انفجار انبارهای اسلحه در داخل سوریه و وقایع دیگر. و همینطور این خبر که حزب الله لبنان داره به تکنولوژی نقطه زن کردن موشک‌ها پی میبره، واسش دستگاه تولید سوخت جامد موشکی فرستادن، دستگاه‌هایی رو میخوان، یعنی کارگاه‌هایی رو میخوان برپا بکنن که موشک‌های کهنه رو به موشک‌های نقطه زن مبدل بکنن. در رشته پهپادها و ریز پهپادها حزب الله پیشرفت‌های زیادی کرده. الان ما میبینیم که در نوار غزه هم در حدی در تولید ریز پهپاد و پهپاد پیشرفت کردن که همین پریروزا بود که یک پهپاد که از غزه پرواز کرد مواد منفجره پرتاب کرد به روی یک جیپ نظامی اسرائیلی که به جیپ آسیب رسید ولی به سرنشینانش نه. یعنی در مجموع آنچه که گفتم و به یمن اشاره نکردم، در یمن هم جنگ ادامه داره و سلاح‌های پیشرفته تری رو حکومت ایران در اونجا به کار می اندازه. اینها همه نشان میده که بله، پوشک ندارن، نان ندارن، کار ندارن به مردم ایران بدن، ولی بودجه‌ای که اختصاص میدن به عملیات تروریستی، موشکی، اتمی و فتنه‌گری در کشورهای همسایه بسیار بسیار بیشتر شده. کم نکردن و حتی بیشتر کردن. آقای امیناشمی، شما به عنوان ایرانی که به هر حال در ایران به دنیا آمدید و فارسی را ماشاءالله به این خوبی حرف میزنین و ایران رو هم دوست دارید تا اونجایی که من میدونم، و من هم به عنوان ایرانی که تو امریکا دارم زندگی میکنم،
هرگز نفهمیدم این دشمنی جمهوری اسلامی تا این درجه که مردمان خودش رو آواره ببینه، گرسنه ببینه، بی خانمان ببینه، ولی نیروش رو و انرژیش رو صرف نابودی اسرائیل بکنه، این از کجا میاد؟ این رو شما یا بهش فکر کردید چرا؟ جواب خیلی ساده است. ببینید 1400 سال پیش گروهی بر این باور بودند که خلافت اسلامی از حضرت علی گرفته شد، حق حضرت علی رو زیر پا گذاشتن و او رو کشتن و این باعث به وجود و بعد از عاشورای امام حسین اینها باعث پایه‌گذاری مذهب شیعه در دین اسلام شد و اینها در تمام سالها در تمام کشورهای اسلامی در اقلیت بودن، زیر فشار بودن، اذیتشون میکردن، تبعیضشون میکردن و غیره و غیره. دری به تخته خورد و در کشور غیر عرب گسترده، غنی، با مردمان خوب و صلح دوست که اصلا گرایش عربی ندارن و حتی ضد عرب هستن، یک حکومت اسلامی به روی کار آمد که میگوید ما ماموریتمون، ماموریت الهی ما این است که بیاییم و حق رو به حقدار بازگردانیم و اسلام رو به راه راستین خودش که همانا اسلام شیعه اثنا عشری هست بازگردانیم. برای رسیدن به این هدف یک مانع ما در راه ما وجود داریم و اون اسرائیل. نابودی اسرائیل برای حکومت اسلامی ایران دو هدف رو همزمان تأمین میکنه. یکی این که یک مانعی رو که در راه برپایی خلافت اسلامی به سبک شیعه هست از بین میبره. دوم این که از نظر تاکتیکی آقای خمینی و آقای خامنه ای میگویند که ببینید در حالی که تمام کشورهای مسلمان اون کلیددار حرمین شریفین و دولت‌های دیگر فلسطینی‌ها رو رها کردن به حال خودشون و بعد باز به من یادآوری کنید که خبر امشب رو خدمتتون بگم، ولی ما به عنوان مسلمانان اهل تشیع داریم ازشون دفاع می‌کنیم، بهشون پول میدیم، میگیم صلح نکنید، از نابودی اسرائیل سخن میگیم. بنابراین به دو دلیل رهبری جهان اسلام به دست ما میرسه. یکی این که ما فلسطینی ها رو تنها نگذاشتیم و ازشون دفاع میکنیم و دوم این که برای برپایی خلافت اسلامی باید نامی و اثری از کشوری به نام اسرائیل باقی نمانده باشه. این ریشه اون خصومتی است که شما پرسیدید که آخه ایران به نابودی اسرائیل چی کار، کشوری که ایران رو دوست داره، با ایران همکاری داشته، به اقتصاد ایران، به کشاورزی ایران، به صنعت و پزشکی ایران خدمت کرده، یه حکومتی میگوید که باید این کشور نابود بشه. منطقی به نظر میرسه. خب بریم به سراغ خبر امشب جناب مناش امیر. بله، خبر این است که به خاطر دارید که صالح العروری که فرد شماره دوی حماس محسوب میشه رفت تهران با خامنه ای دیدار کرد و همونطور که گفتم با چمدان‌های پر از پول دلار آمریکایی بازگشت. بعدم اسماعیل هنیه نامه تشکر فرستاد و گفت ما چاکر شما هستیم، نوکر شما هستیم و همیشه با شما خواهیم بود. این جریان عربستان سعودی رو بسیار بسیار خشمگین کرده. عربستان سعودی به عنوان یک کشور اسلامی خادم حرمین شریفین که حکومت اسلامی ایران میگوید ما باید شما رو براندازیم و اسلام شیعه رو بر جهان مسلمان مسلط بکنیم، این است که دولت عربستان و محمد بن سلمان شروع کردن الان به سرکوب حماس در داخل عربستان و علناً علیه حماس اعلام جنگ دادن و افرادش رو در عربستان گرفتن و گفتن یا ما یا حکومت ایران، شما نمیتونید هم از توبره بخورید هم از آخور بخورید،
و حکومت ایران میخواد ما رو نابود کنه، شما میرید میگید ما چاکر شما هستیم. این است که الان این وابستگی مزدوری، تملق و چاپلوسی که اسماعیل هنیه و یحیی سنوار و دیگران نسبت به حکومت ایران میکنن، عاملی شده که عربستان تحریم کرده حماس رو، و این نشون میده که فلسطینی ها در تنها ماندن و منزوی شدن در دنیای عرب یک گام دیگر هم پیش رفتن و تو سری خورتر شدن، تنهاتر شدن و بیکستر شدن. بله، خب من میتونم بگم ده ها پرسش از آقای میناش امیر آمده که اگه من بخوام همه اونا رو مطرح بکنم خیلی طول خواهد کشید که فرصتش نیست، ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، اما یکی از اونها رو مطرح میکنم. جناب همایون عزیز، از کازرون به شما و آقای میناش امیر عزیز سلام میکنم. یک سوال مهم از ایشان دارم. سوالم این است که صفحه اینستاگرام ارتش اسرائیل به فارسی اعلام موجودیت کرده، اما صفحات متعددی با این نام درست شده و ما نمیدانیم کدام واقعی و کدام غیر واقعی است. لطفاً ایشان این صفحه رو در اینستاگرام رادیو اسرائیل بذارن، چون مطمئنم بقیه صفحات فیک از طرف رژیم است، تا کسانی که قصد برقراری ارتباط با این پیج را دارن شناسایی شوند. صفحه به نام ADF پرژیان به نام صفحه رسمی ارتش اسرائیل به فارسی وجود داره که خیلی راحت به اعتقادات شیعیان توهین میکنه. وقتی دلیلش رو میپرسیم میگه چون شما خانه نابودی اسرائیل و قوم یهود هستید و دشمن ما هستید، و ما مطمئنیم این صفحات از طرف حکومت ایران برای بدجلوه دادن اسرائیل در چشم ما مردم ایران است. خواهشن بگید صفحه اصلی ارتش اسرائیل به فارسی رو تو پیجشون معرفی کنن. بله، بسیار خوب. ما در وبسایت رادیو پیام اسرائیل با نشانی radis.org این کار رو خواهیم کرد و لینکش رو خواهیم گذاشت. حتما این کار رو خواهیم کرد و همونطور که ایشون به درستی فرمودن، این یکی از شیوه های حکومت ایرانه که میاد و فیسبوک ها و حساب های کاربری مشابهی رو ایجاد میکنه که ملت رو به اشتباه بیاندازه. به نام من هم یه چند تا صفحه فیسبوکی هست و در این فرصت اعلام میکنم که منشه امیر صفحه فیسبوکی نداره و هر صفحه که به اسم من هست لطف کنید و وارد نشید، نه اسم خودتون رو بذارید نه نشانی خودتون رو. این شیوه‌ایست از جانب حکومت برای یارگیری و این کار رو چشم من خواهم کرد. سپاسگزاریم از این بیننده رادیوی تلویزیون کانال یک که این تذکر دادن، خیلی خیلی مهم. بله بفرمایید. آقای منوش امیر، آخرین باری که ایران بودین چند سال قبل بوده؟ شما میخواین داغ منو تازه کنین. 43 سال پیش. خب اگر الان فرض کنیم رویا چیز نداره، محدودیت نداره، فرض کنیم الان شما بتونید سوار هواپیما بشید برید ایران، کجا میرید؟ اولین کاری که میکنید تو ایران کجا میرید؟ چیکار میکنید؟ والا خیلی جا هست که دلم میخواد برم. شاید اولین جایی که برم زادگاه خودم خواهد بود، محله یهودیان ایران به اسم سرچال. من افتخار میکنم که در سرچال متولد شدم. تهرانه؟ این محله در تهرانه؟ بفرمایید. این محله در تهرانه؟ بله، محله سرچال، سرچال کنار خیابان سیروس، نزدیک بله بله. به بوزرج و مهریز، و الان یکی از جنوبی ترین نقطه های تهران شده، در حالی که مثلا 100 سال پیش یکی از شمالی ترین ها بوده. آمدن و این محله رو ویران کردن تا اونجایی که اطلاع دارم و میخوان که اونجا آسمان خراش بسازن. و بسیار من تأسف میخورم، نه فقط به علت عرق ملی، بلکه به خاطر اینکه ساختار این محله بسیار قدیمی خیلی جالب بود و میتونست برای تاریخ ایران یک این سرچال رو دارن نشون میدن. آقای منوش امیر الان سرچال رو دارن نشون میدن. سرچال امروز سرچالی نیستش که من بهش اشاره میکنم، خیابون ها اسفالت شده است، باریکه ولی اسفالت شده است، مغازه ها صورت مغازه داره و غیره و غیره، ولی
ممکنه که این عکس‌ها مال یکی دو سال پیش باشه، زمینخواران آمدن و دارن محله رو ویران میکنن که اونجا آقای مراش امیر از مغازه های اون موقع سرچال چیز یادتون هست؟ مثلا خاربار فروشی نمیدونم، من همه رو یادمه. اسم یکی دو تاشونو بگید. مثلا من یادم آقای عابدی مثلا دم خونم اون مغازه خاربار فروشی داشت. شما مثلا ده. از اون اسامی چیز یادتون هست بگید اسامیشونو. نه اسمشون یادم نیست، ولی دقیقا یادمه که ما توی یک کوچه بسیار باریکی زندگی میکردیم. از کوچه که در میومدیم وارد خیابان اصلی محله سرچال میشدیم. وقتی میگم خیابان اصلی یعنی یک کوچه خاکی در زمستان گلالود به عرض فرض بفرمایید 2 متر صحیح. این خیابان اصلیش بود. بعد روبروی ما یک مغازه بود که مرغ کشی میکرد، یک حاخام یهودی بود که ایستاده بود، مرغ رو میآوردن طبق قوانین شهر یهود سر میبرید و تحویل میداد. بغلش یک مغازه سبزی فروشی بود، بسیار حقیرانه بود. کنارش یک کفاشی بود، اون طرفش یک قصاب بود. ببینید اگر تمام اینها رو حفظ میکردن و به صورت موزه در میآوردن، همون موزه‌ای که مثلا در شهر استکهلم در نروژ هست، در سوئد هست، در میآوردن، خیلی میتونست جاذبه گردشگری بسیار خوبی باشه. اجازه بدین یه مثال براتون بزنم اگه وقت دارین. و در شهر عکا در شمال اسرائیل، یک شهر عرب نشینه، این شهر مدت 200 سال در تسلط صلیبیون بود و بعد ترک ها مدت 400 سال ترک ها در سرزمین اسرائیل و تمام مناطق عرب نشین حکومت میکردن. در شهر عکا یک حمام ترکی ساخته شده بود. این حمام تقریبا ویران شده بود و چیزی ازش باقی نمونده بود. هفته پیش رفتم اونجا، دیدم این رو به صورت یک موزه بسیار بسیار جالب مبدل کردن. در سرچال 2-3 تا حمام از این به همین شیوه بود. ایرانی باید به پیشینه خودش، به کشور خودش، به فرهنگ خودش وفادار باشه و محله رو که ویران کردن یعنی یک دنیایی رو خراب کردن و این بسیار بسیار جای تأسف. سپاسگزارم، همیشه از گفتگو با شما لذت ببریم. ضمن اینکه بهتون خبر بدم بچه ها تو فیسبوک جشن گرفتن چون رکورد بیننده ها تو فیسبوک شکسته شده امشب در طول این ماها به خاطر علاقه بیننده ها به شما رکورد تعداد بیننده زده شد. لطف کنید و لینک برنامه‌تون رو بعد از اینکه توی اینترنت گذاشتین برای ما بفرستین که ما هم توی radis.org بذاریم و شاید بخش‌هایش رو از رادیو پیام اسرائیل پخش بکنیم. سپاسگزارم. به امید دیدار شما در سرچال تهران، اونجا به اتفاق راه بریم، قدم بزنیم، بگیم و بخندیم. امیدواریم. ممنونم از شما. خب بینندگان عزیز